عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 فوریه 2012 و ششم اسفند ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش در درجه اول اخبار مربوط به ایران و بعد میریم راجع به هر شبت که اسپانیا، پرتغال، یونان، به طور کلی اروپا و بعدش لیبی و سوریه و اگر برسیم راجع به خود اتفاقاتی که در امریکا هست. میخواستم از عزیزان خواهش بکنم که قلم و کاغذ اگه داشته باشن آماده بکنن برای اینکه یک سلسله رفرنس یا به اصطلاح مراجع رو یا به اصطلاح منابع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. امیدوارم که به اصطلاح مخصوصا روزهای سه‌شنبه من میتونم تعداد قابل توجهی منابعی رو که واقعا هم برای ترجمه به فارسی و همین که عزیزان بتونن مطالعه بکنن. ولی ابتدا گزارش مالی. از روتنبورگ اندر فولدا، امیدوارم که درست، من از آلمان امیدوارم درست دارم تلفظش میکنم، توسط پیپال 50 دلار، از ریورساید کالیفرنیا 200 دلار، از ایرواین کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا کالیفرنیا 400 دلار، از هامبورگ آلمان توسط پیپال 100 دلار، از شهر لوند در سوئد 50 دلار، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار و از بیکرزفیلد در کالیفرنیا توسط پیپال 50 دلار. عزیزان به این ترتیب ما نه تنها برای سه‌شنبه کسری داریم اگر به اصطلاح عزیزان کمکاشون ادامه پیدا نکنه، بلکه برای روز شنبه هم، یعنی در واقع ما این دو هفته در حدود 800 دلار کسری موازنه داریم، گرچه دو هفته قبل به دلیل مسافرتی که من داشتم عزیزان کمک کردن و اون رو برای 4-5 هفته سه شنبه ها گذاشتیم و اگر واقعا کمک ها نرسه 2-3 هفته بیشتر سه شنبه ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه و به برنامه شنبه هم میتونه لطمه بخوره. راستش به نظر من گله و شکایت من به هیچ وجه اصلا خوشم نمیاد و درست هم نیست، ولی من میدونم که عزیزانی هستن که توان مالی فرستادن به اصلاح یه مقدار کمک مالی به برنامه، عزیزان این برنامه ها رو دنبال میکنم و من میدونم که دنبال میکنن و توان مالی کافی هم دارن. اگه بخواد برنامه ها ادامه پیدا بکنه احتیاج به اصطلاح کمک عزیزان هست، وگرنه به اصطلاح سه شنبه ها که نمیتونه ادامه پیدا بکنه و بعدش به شنبه هم ممکنه لطمه بخوره. یعنی این رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که فرضاً من موقعی که از ایران کمک مالی میکنن واقعا به نوعی خجالت میکشه آدم، در حالی که در امریکا من میدونم که عزیزانی هستن که برنامه رو میبینن و توان مالی قدرتمند هم دارن و میتونن واقعا این کمبودها رو جبران بکنن. به هر حال بریم روی به اصطلاح چیز. هرچند که چند تا منبع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، در درجه اول ما کتابایی که به فارسی ترجمه میشه و در ایران قابل دسترسه، عزیزان هر موقع که بفرستن کتابای ارزشمند رو حتما در این برنامه من معرفی میکنم. کتابی بیرون اومده، قرن نوین جنگ یا Another Century of War، به قلم گابریل کولکو و ترجمه سعید ساری اصلانی. قرن نوین جنگ
یا Another Century of War. گابریل کالکو رو بارها من اسم بردم، مورخ بزرگ کانادایی، کتاب‌های متعددی نوشته راجع به قرن بیستم و جنگ‌هاش. قرن بیستم یا قرن جنگ یه چی به اصطلاح چیز داره، کتاب داره، و این حالا میگه قرن 21 هم قرن دیگری از جنگه، یعنی در حقیقت Another Century of War، قرن دیگری از جنگ. این پس یه کتاب. چند تا مقاله رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، هم راجب ایران و هم در مورد مسائل دیگه راجب امریکا. یکی مقاله‌ایه که دکتر سهیمی در سایت انتی وار نوشتن، به انگلیسی طبیعتا، Deconstructing Lieberman's Iran Resolution، یعنی شکافتن لایحه لیبرمن درباره ایران. دکتر سهیمی لایحه شماره 380 رو که از کنگره امریکا یعنی از سنای امریکا دو نفر پشتش بودن، یکی لینزی گرام و یکی جو لیبرمن، که در واقع دعوت میکنه که حمله نظامی به ایران بشه. دکتر سهیمی بند به بند این قطعنامه رو باز میکنه و میگه که چرا یا دروغ خالص و خلصه یا تحریف یا نیمه دروغه یا تبلیغه و یا برای انحراف ذهن مردمه. بند به بند اینو باز میکنه. مقاله مقاله ارزشمندیه، در سایت انتی وار 24 یعنی دیروز تنوز هستش. Deconstructing Lieberman's Iran Resolution. مقاله دیگه هست به قلم در همون انتی وار همون دیروز که هنوز باید باشه با احتمال زیاد، چون معمولا 24 ساعت به 24 ساعت عوض میکنن، ولی شما در آرشیوشون هم میتونید پیدا بکنید اگر تاریخش رو بدونید. 24 تام انگلهارت نوشته در انتی وار، How Drone War Became the American Way of Life، یعنی چگونه جنگ با هواپیماهای بی سرنشین به شیوه زندگی امریکایی تبدیل شده. تام انگلهارت خودش سنی ازش گذشته، در زمان جنگ ویتنام کاملا آگاه بوده، میدونه چی میگذشته، مال دهه 60. تاریخچه ای رو از ارتش امریکا به طور کلی بیان میکنه که چطور یه زمانی سربازگیری اجباری داشتن و بعد از جنگ ویتنام چطور داوطلب، به اصطلاح داوطلبانه شده، و چطور الان جنگ به طور کلی از مردم جدا شده و برای خودش هم خصوصی شده، و یه تاریخچه عجیبی از ارتش امریکا و اینه که چی کار دارن میکنن، ارتش امریکا چه نقشی در سطح جهانی پیدا میکنه و پیامدهاش برای مردم امریکا و جامعه امریکا چیه. تام انگلهارت، How Drone War Became the American Way of Life. مقاله دیگه رو که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم در نیویورکر اومده، راجب این گرده همایی استکهلم. دو نفر رو این مقاله معرفی میکنه، یکی شهریار آهی و دیگری محسن سازگارا. عزیزان این مقاله رو باید بخونن، برای اینکه معلومه این خبرنگار اونجا رفته با اینا مصاحبه کرده، تتوی قضایای اینا رو درآورده که چطور دستگاه‌های امنیتی امریکا این دو نفر رو فعلا جلو انداختن برای اینکه آلترناتیو سازی بکنن، این مال لیبی و یا عراق. در واقع توی این مقاله شهریار آهی رو احمد چلبی ایران معرفی میکنه، میگه اونه که به اصطلاح با رضا پهلوی در رابطه است و دستگاه‌های امنیتی و سلطنت طلبا جلو انداختن برای اینکه نیروهای اپوزیسیون رو چیز بکنه و به اصطلاح آلترناتیو درست بکنه. مقاله به نظر من جالبه برای اینکه بفهمیم در این گرد همایی که در استکهلم و هامبورگ و ارشبچه تورنتو و اینور اونور میشه چطور دارن به اصطلاح آلترناتیو سازی میکنن برای اینکه به کمک خارجی در حقیقت برن و ایران رو به نابودی بکشن. مقاله مقاله جالبیه. و اما میریم روی خبرهای ایران، برای اینکه بسیار پر اهمیت. جمعه آینده انتخابات و من
هر شبت که دو تا خبر راجب انتخابات برای عزیزان میخونم و بعد، ولی قبل از اون به نظر من یه خبر بسیار پر اهمیت که همین در روزنامه نیویورک تایمز امروز که صبح میخوندمش، بخشای وسیعش رو من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم، که من بارها گفتم راجب حمله نظامی به ایران در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف هست. عزیزان اگر نیویورک تایمز رو دنبال بکنن، قشنگ در خود نیویورک تایمز که سخنگوی اول واقعا، سخنگوی واقعی در بین دستگاه‌های ارتباط جمعی، می شود گفت در بین به اصطلاح روزنامه ها در حقیقت، سخنگوی اونورش روپرت مرداخ و فاکس و سی ان ان، ولی اینورش از همه اونهایی که در واقع معتبرتر توی گیومه هست و اثرگذار، نیویورک تایمزه، بعدش واشنگتن پست و وال استریت جورنال و البته تا حدی هم لس آنجلس تایمز زیاد نه، ولی همشون اینا بسا در دست صهیونیستان، عزیزان باید بدونن. ولی خبر امروز صبح نیویورک تایمز برای من جالب بود که دیروز دیوید سنگر مقاله‌ای داشت در همین نیویورک تایمز، بزرگ نمایی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که چطور ایران داره چیز در جاهای مخفی داره بمب اتم میسازه. امروز مقاله دیگه ای توسط جیمز رایزن که در حقیقت خبرنگار دیگه ایه که چندین کتاب داره جیمز رایزن، از خبرنگارای نسبتاً خوب نیویورک تایمز. دیوید سنگر جای جودیت میلر برای بردن امریکا به جنگ عراق رو الان نقشش رو بازی میکنه در مورد ایران. دیوید سنگر از اون صهیونیست های وحشتناکی که کاملا نقش، همونطور که گفتم، جودیت میلر در مورد حمله امریکا به عراق رو بازی میکنه در مورد ایران. جیمز رایزن ولی به اصطلاح حالا دو روز پیش در روزنامه هرچبت که لس آنجلس تایمز مقاله‌ای بود در همین زمینه که من اونو هم داشتم و میخواستم امروز اونو بخونم، ولی چون امروز یعنی دو روز بعد توی نیویورک تایمز اومد، من دیدم این تازه تره و اینو ترجمهش کردم. عرشبت که در واقع به رقابت با لس آنجلس تایمز، حالا عزیزان دقت بکنن، عنوان مقاله هست دستگاه های امنیتی امریکا حرکتی از سوی ایران برای ساخت بمب اتم نمیبینن. خود عنوان این در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز اهمیت داره که دو روز قبلش این همین در لس آنجلس تایمز اومده بود. حالا اون هم اگر شد برای عزیزان میخونم. با اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید روز جمعه خود میگوید که ایران برنامه غنیسازی اورانیوم خود را تشدید بخشیده، تحلیلگران اطلاعاتی یعنی سازمان‌های جاسوسی امریکا هنوز بر این عقیده اند که هیچ گونه شاهدی یا شواهد محکمی دال بر اینکه ایران تصمیم به ساختن بمب اتم گرفته باشد وجود ندارد. همین یه جمله. ارزیابی اخیر دستگاه‌های جاسوسی امریکا کلاً با یافته‌های اطلاعاتی سال 2007 که بهش میگن، اینو بهش میگن هر چقدر که اینتلیجنس فایندینگ، بسیار پر اهمیت اینتلیجنس فایندینگ، یا به اصطلاح یافته های اطلاعاتی که بر پایه اون وقت خیلی از مواقع، نه همیشه، به اصطلاح دولت فرضاً اگه میخواد به یک کشوری حمله بکنه، میخواد هر به اصطلاح سیاست هاشون از طریق این چیز میکنه، بر مبنای این، مبنی بر اینکه ایران برنامه ساختن بمب اتمی خود را از سالها پیش رها کرده است خانایی داره. یعنی این گزارش اواخر 2010 با گزارش 2007 خانایی داره. بعد از اینکه گزارش 2007 اومد بیرون در زمان جورج دبلیو بوش، به شدت هم دیک چینی و هم جورج دبلیو بوش ناراحت شدن از دست CIA که چرا اصلا یک چنین گزارشی رو بیرون داده. اسرائیل داشتن دیوانه می شدن که گفته بود بهش که ایران از سال 2003 برنامه ساختن و یا رفتن به طرف ساختن، برنامه اصولا رفتن به ساختن بمب اتمی رو رها کرده.
و تمام کوشششون در عرض این 3-4 سال این بوده که اون ارزیابی 2007 رو نفیش بکنن. ولی 2010 دوباره در اواخر 2010 عرض شد که تأیید کردن دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و حالا خبرش در نیویورک تایمز میاد و بعدش در لس آنجلس تایمز اومده. مقامات امریکایی میگوین این ارزیابی سال 2010 با ارزیابی اطلاعات ملی که National Intelligence Estimate اینو بهش میگن 2007-16 اداره اطلاعاتی امریکا مطابقت دارد. بحث بعدش خود آقای چیز جیمز رایزن ادامه میده، بحث بر سر این نیست که ایران مشغول غنیسازی اورانیوم است که هست، بحث بر سر این است که آیا رژیم ایران تصمیم به ساختن بمب اتم گرفته است یا نه. چنین برنامه و تصمیمی از سال 2003 متوقف گردی. این مسئله رو هم جیمز کلاپر رئیس دستگاه های اطلاعاتی یعنی وزیر اطلاعات امریکا جیمز کلاپر، عزیزان اگر در هیرینگ یا گزارشی که به کنگره در 31 ژانویه در گزارش خود به کنگره اعلام کرد، و دیوید پیتریس این دستراسی وحشتناک رئیس سازمان سیاه هم آن را تأیید کرد. دیگر مقامات بلند پایه امریکا از جمله وزیر دفاع لیون پانتا و جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش در گفتگوها و مصاحبه‌هاشون، عزیزان اگه دیده باشن جنرال دمپسی با فرید زکریا به اصطلاح مصاحبه‌ای داره در CNN، اگر عزیزان میگه که به هیچ وجه مشاهدی شواهدی وجود نداره که ایران به طرف ساختن بمب اتم میره. بنابراین خبر بسیار بسیار مهمه و نشانه اینه که اختلاف هست، ولی مگه اینا ولکن هستن؟ حالا حدس من اینه که چون در ماه آوریل قراره که به اصطلاح کنگره سالانه ایپک یا به اصطلاح لبی اسرائیل در واشنگتن تشکیل بشه و ما میدونیم که در اونجا چی کار خواهند کرد و چطور دوباره کنگره امریکا 29 بار یا 30 بار قیام و قعود جلوی پای آقای نتانیاهو خواهد کرد در اون زمان موقعی که ایشون تشریف میارن. البته یکی دو روز دیگه میاد به امریکا و با نتانیاهو با آقای اوباما گفتگو خواهند داشت و باید ببینیم تصمیم گیری که اون زمان میخواد. شاید هم لس آنجلس تایم هم نیویورک تایمز اینو چیز کردن برای اینکه یه مقدار فشار اسرائیل روی اوباما یا صهیونیستا روی اوباما کمتر بشه. احتمالش بسیار، برای اینکه نیویورک تایمز همینجوری مقاله اینجوری چاپ نمیکنه، یک چیز سیاسی مهم در پشتشه. ولی قدر مسلم اونچی که از نظر ما اهمیت داره اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره. در یک طرف صهیونیست‌های آدمخوار هستن که مصممن امریکا رو به طرف جنگ با ایران بکشونن، و از طرف دیگه بلندترین مقامات هم CIA یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا هم پنتاگون مهره‌های مهمشون مخالفن، برای اینکه میدونن که پیامدهاش چه خواهد بود. ولی برای آقای نتانیاهو دولت اسرائیل و صهیونیست‌های اینجا مسئله نیست واقعا. همینطور که عرض کردم حتی امریکا به نابودی کشیده بشه، امریکا واقعا براشون اصلا یعنی هیچ ملیتی اینا ندارن، هیچ به اصطلاح پابند به هیچی به زود جیبشون نیستن. این یه خبره. ولی برگردیم به خود ایران و ببینیم داستان در خود ایران چیه و داستان انتخابات چیه. عزیزان باز من میخوام پیشنهاد بکنم که برنامه دکتر سهیمی پنجشنبه ها در عرض شود که تایم تی وی ساعت 8 بعد از ظهر بحث بسیار جالبی راجع به تمام به اصطلاح در حدود 20 یا 30 نفر از نماینده هایی رو که به اصطلاح معرفی شدن، ایشون تمام به حساب شرحشون رو که کیا هستن و چی هستن و راجع به انتخابات بحث مفصلی داشت دکتر سهیمی در پنجشنبه گذشته و در نتیجه به حساب بسیار جالب و آموزنده است اینه که چطور به اصطلاح اختلاف در بین اصولگرایان افتاده. ولی من نامه‌ای رو که امروز صبح به دستم رسیده یا دیشب از ایران برای عزیزان میخونم و بعد خبری رو که در بیانیه‌ای که اصولگرایان بیرون دادن برای عزیزان میخونم که اختلافات در بالا چی هست.
هر دو خبر، این جریانی که به اصطلاح در نیویورک تایمز اومده و هم خبر از ایران که در بالا چه غوغایی هست، هر دو برای ملت ما اهمیت دارن، که ملت ما باید مقاومت‌هاشون چنان تشدید بشه و چنان برای این انتخابات تودهنی محکمی به رژیم بزنن تا شکاف‌ها در بالا عمیق‌تر بشه و ملت ایران بر پای خودش بتونه این رژیم رو تغییر بده. ابتدا من نامه رو میخونم. بعد از فراخوان 25 بهمن که سردمداران را جدن شوکه کرد، معادلات سیاسی و پیشبینی‌های معمول به هم خورد. لشکر و اصولگرایان که قرار بود جبهه واحدی تشکیل دهند، به 8 گروه تقسیم شدند و هر یک ساز خود را کوک کرده کفه ترازو را در نظر دارند. مقاله کیهان شریعت مداری با عنوان سر گردن با هم کشتی نگیرید، اصولگرایان داره میگه، آقای حسین شریعت مداری، سر گردن با هم کشتی نگیرید، 2-3 روز پیش پر از سوز و گداز غریبی بود. با سوز و گداز، واقعا موقعی که حسین شریعت مداری دوچار سوز و گداز بشه، خبر خوبیه برای ملت ما و برای انسانیت. واقعا جناح مصباح که محصولی و یارانش که صاحب ثروت‌های بادآورده شدن، راهش را با جامعتین، جامعه مدرسین و جامعه به اصطلاح روحانیت مبارز، که در حقیقت اون نطفه اصلی اصولگرایان هستن، اون مغز و به اصطلاح اون هرچند که در واقع اصولگرایان سنتی و با هیئت حاکمه اینا سفرشون رو جدا کردن، مصباح یزدی و یارانش آقای محصولی امثال هم، و به جناح انحرافی تمایل داره، به جناح احمدی نژاد. مجلس چند پاره شده و 30 و چند نفرش مردود شدن. این روزها سیل انتقادات را بر سر دولت و مسئولین مقصر بالای حکومت سرازیر نمودن. جناح انحرافی چندان توجهی به انتقادات نمی کند و سرگرم استخدام افراد لومپن و معلوم الحال جهت خریداری رأی در شهرهای کوچک و روستاهاست. مصاحبه هفته گذشته توکلی، اینم یه جناح. حالا ببینیم واقعا شکافهای متعدد، یعنی تکه پاره شدن اینا. مصاحبه هفته گذشته توکلی که مدتیست با نادران، الیاس نادران، به اصطلاح سپاهی معروف و مطهری، سیار دبستانی تشکیل داده است که از متانت پیشگویی و دقت موسوی سخن رانده، که مثلا اگر موسوی بعد از سخنرانی رهبر در 30 خرداد 88 سکوت می کرد، بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایش امروز می توانست الگو و عبور از بحران باشد. داره نصیحت میکنه که چرا تو سکوت نکردی اون موقع. اینم یه جناح دیگه. هاشمی رفسنجانی کماکان به حاکمیت هشدار میداد که مدیریت اجرایی و سیاسی خارجی کشور هر چه زودتر باید تغییر بکند و شرایط خطرناکی را پیش بینی میکند. اون مارمولک اونجا ایستاده و واقعا به اصطلاح گوش به زنگه، میدونه که چه خطری متوجه کشوره. قشر متوسط جامعه به طور کلی و نیز کلان شهرها مثل مرکز، تبریز، اصفهان، شیراز و غیره انتخابات را تحریم و اقشار تهیدست جامعه، مخصوصا کارگران، به علت بیکاری، گرانی و دروغ‌های آشکار مسئولین انتخابات را با نگاه تمسخر بهش نگاه میکنند. حاکمیت به شهرستانها و روستاهای کوچک چشم دوخته، هزینه میکند، حتی به رأی سفید نیز بسنده کرده است. پس این یه خبر از ایران که شکافها چطور داره عمیق میشه در اثر جنبش مردم، در اثر جنبش مردم که باز مردم اومدن توی خیابون و لبیک گفتن، میلیونی نه ولی اومدن توی خیابون، و حکومت نظامی، رژیم مجبور شد حکومت نظامی بکنه در اساس، یعنی
همینطور که گزارش میاد لااقل به اندازه جمعیتی که توی خیابون اومدن پلیس و دستگاه‌های امنیتی و لباس شخصی بودن. حالا عزیزان دقت بکنن که گویا خبر بیانیه اصولگرایان رو امروز صبح من داشتم میخوندم، گروه موسوم به ائتلاف بزرگ اصولگرایان منحل شد. عزیزان دقت بکنن که مردم شریف، این بیانیه اصولگرایان مردم شریف بزرگوار تهران، از آغاز دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و به دنبال اشکالات پیش آمده در سازوکار و نحوه انتخابات اعضا، انتخاب اعضا در جبهه متحد اصولگرایی، جمعی یعنی اشکال در انتخاب افراد و نماینده ها بین خودشون دعوا شده، جنگ شده، یعنی سر گردنه دارن با هم دیگه دعوا میکنن. جمعی از اصولگرایان معتقد به ولایت فقیه و دوستان و یاران و همراهان انقلاب از آغاز تا کنون تصمیم گرفتن که برای گرم نمودن صحنه انتخابات و با پذیرش کامل منشور جامعه مدرسین و جامعه روحانیت ائتلاف جدیدی تشکیل بدن. این اصولگران یعنی جامعتین در حقیقت میخواستن یه چیز جدید به وجود بیارن، جدا مثلا از هیئت مؤتلفه، جدا از مصباح یزدی، جدا از اونای دیگه. اکنون که متوجه شده ایم ایجاد این ائتلاف موجب رنجش خاطر بزرگان اصولگرایی شده و با توجه به احترام خاصی که برای حضرت عرض شود که برای آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی قائل هستیم، محمد یزدی، به حرمت آنان ائتلاف بزرگ اصولگرایان را منحل اعلام میکنیم. عزیزان اگه یادشون بیاد که از چند ماه پیش و شاید از یک سال پیش خامنه ای تمام کوششش این بود که تمام اصولگراها رو با هم متحد بکنه و قبلش 3 یا 4 نفر، 7 به علاوه 8 بود، عرض شود که همه اینها به اصطلاح هی با هم دیگه نشستن و صحبت کردن و بعدش مهدوی کنی و محمد یزدی رو آورد که شاید اینا رو بتونه جوش بده، فرزن هیئت مؤتلفه رو با اینا، با دیگران، با اونایی که توی مجلس، و خلاصه به هیچ وجه معلومه شکست کامل خوردن و الان به طور کلی به اصطلاح متفرق شدن از هم دیگه، مخصوصا بر سر هم 25 بهمن و تظاهراتی که مردم کردن و مقاومتی که مردم دارن میکنن که باعث اختلاف در بالا شده، و همین که خود انتخابات در حقیقت به جون همدیگه افتادن و بر سر گردن همدیگه رو، جلوی همدیگه رو دارن پاره میکنن. اینا همه برای جنبش مردم و برای اینه که آینده کشورمون هر دو خبر مهمن که چطور ما باید این شمشیر دموکراسی رو که تجاوزگرای خارجی بر سر ملت ما دارن میارن، برای اینکه هم رژیم رو متحد میکنه هم ضربه به جنبش در پایین میزنه، اگر این شمشیر دموکلس برداشته بشه در بالا اختلاف میفته، در پایین مردم متحد میشن و در نتیجه جنبش ائتلاف پیدا میکنه. ما این رو باید تشخیص بدیم. به همین دلیل که تمام اون وطن فروشا و اونهایی که ستون پنجمن و میخوان به کمک خارجی آلترناتیو در خارج بسازن، ما باید بدونیم که اینا خائنین به وطن ما هستن، باید افشاشون بکنیم، باید بدونیم چه کسانی هستن و باید خطرشون رو به گوش ملت خودمون برسونیم که ایران احمد چلبی ها نتونن مثل عراق بر سر کشور ما بیارن. حالا این یک جنبه قضیه است، ولی باید ببینیم که چرا این نیروهای اهریمنی در سطح جهانی چنگ و دندان به ما نشون میدن. همین نیویورک تایمز عزیزان در چند روز گذشته بخونن و ببینن راجب سوریه چیکار داره میکنه و چطور داره به اصطلاح به طرف یک جنگ همه جانبه علیه سوریه، که در واقع سوریه رو اگه از پادر بیارن، هر چه بود که به حساب تارگت یا هدف بعدی ایرانه، در حالی که 26 همین ماه فوریه قراره در سوریه رفراندوم بشه. شما خبرشو در جایی میبینی؟
رفراندوم قانون اساسی که میخوان یک سیستم چند حزبی به وجود بیارن. 3 ماه بعدش هم قرار انتخابات بشه که مردم اگر خواستن بشار اسد بمونه، اگر هم نخواستن فرزن بره کنار. کسی این اخبار رو میگه که در حقیقت تمام اون چیز رو، شروطی رو که چیز کرده بودن، هم آزادی زندانیان سیاسی چند هزار نفر رو آزاد کردن، هم رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در سوریه، هم انتخابات به اسلام مجلس، اینا میخوان در حقیقت رژیم چینج توسط به اسلام دست نشانده هاشون و توسط عواملشون میخوان که در حقیقت همون بلایی رو که بر سر لیبی آوردن بر سر سوریه بیارن. که حالا اخبار لیبی رو برای عزیزان میخونم که ببینن داستان چیه. ولی من به نظر من بهتره که بریم اول ببینیم که در خود اروپا چی میگذره و بعد عواقبی که آنچه که در اروپا میگذره پیامدهاش برای امریکا چیه و برای تمام کل سیستم چیه. من از پرتغال که هفته قبل در واقع به عزیزان قول دادم و نرسیدم، عزیزان بعضیاشون گله میکنن که من گهگاهی حاشیه میرم و نمیرسم. حاشیه ها در واقع اظهار نظرهاییه که به نظرم میرسه بر پایه تجربیات چندین و چند ساله گاهی خود با عزیزان در میون میذارم. حاشیه ها ایناست و وقت کمه و واقعا نمیرسیم. بنابراین بازم به اصطلاح حاشیه نرم و به اصطلاح اخبار پرتغال رو برای عزیزان از نیویورک تایمز 15 فوریه در بخش اقتصادیش. یکی یکی من پرتغال و اسپانیا و یونان و بعدش کل اروپا که چی داره میگذره و بعد ببینیم که به اصطلاح اینا پیامد چه چیزای اقتصادیه و کل اینها چرا رژیم رو خونخوارتر، جنگ طلبتر، میلیتاریزه تر میکنه و دائم بخواد حالت جنگی رو حفظ بکنه، به کشورهای مختلفه چنگ و دندان نشون بده، بره و به اصطلاح یکی یکی هم حکومتهایی رو که طرفدارشن مخالفینشون رو سرکوب بکنن، در یمن، در بحرین، در عمان، در عربستان، در اردن، در مراکش. ولی اونهایی رو که تسلیم کامل نشدن به کمک به اصطلاح نیروهای ویژه و به اصطلاح مزدوراشون از پا در بیارن. سیاستشون اینه. باید مصر رژیمش حفظ بشه، تونس حفظ بشه، بحرین حفظ بشه، یمن حفظ بشه. حالا یه به اصطلاح بن علی و مبارک و صالح و اینا رو قربانی میکنن، رژیم ولی باید حفظ بشه. با بحرین، عربستان، عمان، اردن، اینا باید حفظ بشن. ولی اونایی که یک ذره سرپیچی میکنن باید به فجیع ترین شکل کشته بشن توسط مزدوراشون. باید ببینیم ریشه های این چیه. از نیویورک تایمز 15 فوریه بخش اقتصادیش. پرتغال برخلاف یونان تمام احکام تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را انجام داده است. یعنی میگه که مثلا یونان انجام نداده است، در حالی که الان خبراش میخونم. در واقع رژیم مزدور و واقعا دست نشانده و مزدور که پاپاندرو رو که نوکرشون بود ورداشتن و یه نوکر بدتری آوردن، پاپادموس، چون اصلا مردم بهش رأی ندادم. در واقع بانک های اروپا انتخابش کردن که بیاد پاپادموس. پرتغال آره میگه همه اینا رو انجام، با این همه هر روز بیشتر در چاهی عمیق تر فرو رفته است. نسبت وام پرتغال، وام به حساب دولتی پرتغال به تولید ناخالص داخلیش ماه مه سال گذشته 107% بود، اکنون 118% شده است. حالا دلیلش برای عزیزان عرض میکنم که اینا با وجود اینکه این همه قرض میکنن روز به روز بیشتر دارن فرو میرن. علت اون الزاماً افزایش مقدار وام نیست، بلکه تحلیل رفتن اقتصاد اون کشور است. موقعی که شما دائم به اصطلاح مزد مزایا رو بزنید، کارگرا رو
گروه گروه بیرون بکنید، اقتصاد مالیات گیرت نمیاد، یعنی درآمد دولت میره پایین. بنابراین هی شما قرض میگیری ولی بیشتر زیر بار قرض میری. به نظر اقتصاددانان این حلقه معیوب در انتظار دیگر کشورهای اروپایی هم خواهد بود. همین حلقه معیوب، یعنی هم اسپانیا، هم ایتالیا، هم ایرلند، هم بلژیک و بعدش هم شاید فرانسه. دو کشور دیگر که از نزدیک زیر نظرن، یکی اسپانیا و دیگری ایتالیا است. این دو کشور نیز با وجود کاهش شدید مخارج اجتماعی که دائما دارن از مخارج اجتماعی میزنن، یعنی قدرت خرید مردم رو میارن پایین و افزایش مالیات ها، هم مالیات مردم رو میبرن بالا، در عوض مالیات ثروتمندا رو بالا نمیبرن، مالیات شرکت ها رو بالا نمیبرن، اونا رو کم میکنن، مالیات های مردم رو میبرن بالا. فرضاً مالیات بر به اصطلاح کالاها، مردم میرن خرید، در بعضی از جاها به 20% رسوندنش. فرضاً تو کالیفرنیا مردم 9-10% میپردازن، که بازم اینجا هم برد، یعنی در حقیقت مردم مالیات رو از مردم میگیرن. آخرین آمار روز سه‌شنبه 14 فوریه نشان میدهد که کسادی و رکود اقتصادی آنها مانند یونان در سال گذشته بیش از آنچه بوده است که پیش بینی میشد، در حالی که بدون رشد اقتصادی کاهش میزان وام ممکن نیست. مثل اینکه بعد مثالی میزنه، بخوایی وام کارت اعتباریت رو، این کارتای پلاستیکی رو پس بدهی، از خورد و خوراکت میزنی که بتونی پس بدی، اما در همون حال حقوقت هم کمش میکنن. درستی همچین وضعیتی برای مردم اروپا داره اتفاق میفته. اقتصاد پرتغال سال گذشته 1.5% افت داشت، یعنی در رکود کامله، و امسال انتظار میرود که 3% کاهش یابد. همه اینا مالیات های دولت رو میاره پایین و قرض رو میبره بالا. دیوید ماناک یکی از پژوهشگران آلمان میگوید وام پرتغال قابل پس دادن نیست، اقتصاد نمیتواند رشد کند تا توان باز پرداخت وام را داشته باشد. روز سه‌شنبه اون وقت 100,000 نفر در میدان کاخ در لیسبون به خاطر اقدامات ریاضتی و بیکاری 13% دست به اعتراض زدن. عزیزان، وام بعضی از این کشورها رو من لیستشو اینجا آوردم. وام یونان 159% تولید ناخالص داخلی اون کشور که قرار 60% باشه، 160% به جای 60. ایتالیا 120%، پرتغال 110%، ایرلند 105%، بلژیک 99%، انگلیس 85%، مجارستان 83% و آلمان 82%. یعنی همشون میزان وام هاشون بالاست. اسپانیا رو من برای عزیزان میخونم، به اصطلاح میخوام به اصطلاح یکی یکی اینها رو جلو بریم، ولی بیشتر وقت رو میخوام صرف یونان بکنم، برای اینکه درس های بسیار پر اهمیتی برای ما داره. هم لیبی دنبال کردنش درس های عظیمی برامون داره که یک کشور جهان سومیه، هم یونان که به اصطلاح یک کشور اروپاییه و خودشون رو در حقیقت وارثین آقای خانم مرکل، زمانی که در اجدادش در غار زندگی می کردن، یونانی ها در حقیقت در اوج تمدن بودن 2000 سال پیش. حالا ببینید خانم مرکل راجع به یونانی ها با چه حس تحقیر و توهین آمیزی صحبت می کنه. اینا خودشون رو وارثین یکی از کمدین های یونانی که فکر می کنم در کاناداست، در یکی از بهسا همین بهسا ستند اپ به اصلاح چیز کمدین هستش، گفته که شما لااقل 80,000 تا از لغتاتون ریشه یونانی داره، هر کدوم اگه 1 میلیارد باشه این میشود 80 میلیارد دلار. عرض که بعد المپیکو از ما دارید، اونم 200 میلیارد دلار که این همه پول روش میسازید، این میشود 280 میلیارد. خب اینو به ما بدید، هم شما راحت میشید هم ما. این یک کمدیانه که به اصطلاح این مسئله رو، و واقعا اینا خودشون رو وارثین چیز یونان میدونن. و حالا این قابل توجه بعضی از روشنفکرای ما که واقعا میگن که به اصطلاح هیچ کشوری واقعا در دوران کهن تمدنی چیزی عقلی شعوری چیزی نداشته،
به جز یونان و بعدش هم روم، بعدش تمام بشریت رفته در یک تاریکی مطلق و هیچ تمدن چیزی وجود نداشته، تا دوباره از قرن 16 و 17 دوباره اروپایی ها دنباله همون اومدن و دوباره به بشریت تمدن بخشیدن. حالا باید بهشون گفت همین یونان کجاست؟ عرصبت که در اسپانیا روز یک شنبه در 57 شهر اسپانیا صدها هزار نفر علیه اصلاحات قوانین کارگری که توسط دولت دستراسی تصویب شده است تظاهرات کردن. زاپاتیرو را برداشتن که به اصطلاح سوسیالیست بود، حالا یه دستراسی رو آوردن. این تظاهرات به دعوت سندیکاهای اصلی کارگری اسپانیا بود. در مادرید 110 هزار نفر، البته این طبق گزارش الپاییس که به حساب روزنامه اصلی اسپانیا، در حالی که اتحادیه شماره تظاهرکنان 500 هزار نفر میگن. در بارسلون همین روزنامه از 100 هزار نفر صحبت میکنه، در حالی که اتحادیه میگن 400 هزار نفر در بارسلون بودن. این اصلاحات چی یعنی؟ چه مزد مزایای کارگران رو به طور یک جانبه کاهش میده، بیکاران مزایای خود رو از دست میدن. این مقررات به معنای پایان حق چانه زدن کارگران خواهد بود. پدرو رامیرز کارگر فولاد میگوید میخواهند ما را به سیستم امریکا بکشانند، که واقعا کارگرها هیچ حقی ندارن. عزیزان باید نیویورک تایمز رو بخونن. سال هاست من اینو دنبال میکنم که فرزان به اروپایی ها میگه که شما حق بیکاری به کارگرها میدی، 4 هفته بهشون مرخصی میدی، اگر یه کارگری به حساب باردار شد شما 3 ماه قبل و چند ماه بعدش بهش مرخصی با حقوق میدی، مگه دیوانه شدی؟ به هیچ وقت شما مثل امریکا که تمام این چیزها رو برداشتن، تمام به اصطلاح میخواهن ما رو به سیستم امریکا بکشانن، جایی که کارگر حقی نداره. یه کارگر فولاد اسپانیایی داره اینو میگه. ولی من میرم روی یونان برای عزیزان که چی داره میگذره. اونهایی که میگن استقلال معناشو از دست داده، توجه بکنن به اوضاع یونان. یونان اشغال نظامی نشده، حق حاکمیتش مطلقا از بین رفته. هیچ، یعنی الان یک هیئت از اتحادیه اروپا و بانک‌های مرکزیش داره میاد و آتن که نظارت بر هر تک تک شاهی، هر شاهی پولی که خرج میکنن زیر نظر اونها باید باشه و میخوان قانون اساسی یونان رو عوض بکنن که بعد از این هر درآمدی که دارید ابتدا باید اصل و فرع وامتون رو بپردازید، بعد هر خرجی که برای کشور میخواید بکنید. قانون اساسیش رو میخوان عوض بکنن، یعنی حق حاکمیت مردم مطلقاً و دولت یونان از بین رفته. یونان اشغال نشده، حالا عراق اشغال شده، درسته، افغانستان اشغال شده، لیبی اشغال شده. مقاله می‌نویسن که آره در زمان شاه ما که کشورمون اشغال نشده بود، بنابراین در انقلاب 57 مسئله استقلال نبوده، استقلال اصلا معنی نداره. فرضاً اگر بر سر 6000 مستشار امریکایی در زمان شاه در رأس به حساب وزارتخونه‌ها بودن، این استقلالی که از بین نمیبره، حق حاکمیت یک کشور رو از بین نمیبره. اگر تمام پول نفت میومد در بسا اداره بسا سازمان برنامه و طبق برنامه ناتو و یا سنتو در اون زمان خرج میشد، این حق حاکمیت ما رو چیز نمیکنه. اصلا مسئله استقلال معنی نداره. حالا ببینیم چه بر سر یونان که یک کشور اروپاییه، و بعدش ایرلند و بعدش ایتالیا، حق حاکمیت اینا به کلی از بین میره. استقلال فوق العاده هنوز اتفاقا معنای فوق العاده عمیق‌تری پیدا کرده. حتی با آنکه این از نیویورک تایمز 21 فوریه است، تمام اینا رو من اکثرشو تقریبا همه رو از نیویورک تایمز گرفتم. حتی با آنکه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه مقررات جدید و شدیدی برای کمک به جلوگیری از اعلام ورشکستگی دولان یونان و تثبیت اورو به امضا رسان، بسیاری از مردم کوچه و بازار یونان هیچ پایانی بر گرفتاری های کشورشان نمی بینن. ایوا کریادو
55 ساله در حالی که در میدان وسط شهر آتن، جایی که هنوز بوی گاز اشکاور به مشام میرسد و خرابی های هفته گذشته در تظاهرات خشونت آمیز به چشم میخورد، میگوید: عزیزان دقت بکنن، ببینید مردم یونان میگه که آنها نمیخواهن ما را بکشند، بلکه میخواهن ما را لگدکوب کنند تا اینکه برای همیشه بدهکارشون باشیم و بهره بپردازیم. من اینو که خوندم به یاد نامه لورد کلایف، افسر جوان انگلیسی که در حقیقت فاتح بنگال در هند بوده، بعد از چند سال همین کلایف که افسر 35-6 ساله بوده میلیاردر میشه از غارتی که از هند میکنه، بعد نامه‌ای به وزارت خارجه امریکا انگلیس زمان خودش می‌نویسه، بهش میگه که ما داریم خون ملت هند رو میمکیم ولی نباید کاری بکنیم که بمیره، یعنی باید زنده بمونه که هنوز ما بتونیم خون بمکیم ازش. حرف این آدم منو بیاد به سا نامه لورد کلایف یا جنرال کلایف انداخت 200 سال پیش، 300 سال پیش. وام دهندگان خارجی یونان تردید دارند که مقرراتی که پارلمان یونان هفته گذشته که کاهش 20% مزد باشه، کاهش شدید حقوق بازنشستگی به تصویب رسان بتواند عملی شود، لااقل تا انتخابات آوریل آینده. دیگران نگران آن هستند که در لابلای، عزیزان دقت بکنن که حالا اتحادیه اروپا و بانک ها چه چیزایی به اینا، یک سند 400 صفحه‌ایه که اعضای پارلمان مجبور بودن آخر هفته آن را مطالعه هفته گذشته و امضا کنن، 400 صفحه مطلب رو، و بعدش هم امضاش بکنن. عزیزان دقت کردن که اونایی که امضا نکردن از احزاب بیرونشون کردن. یعنی دموکراسی واقعا تبدیل به یه چیز خنده‌دار شده که یونان رو بنیانگذار دموکراسی در به طور کلی در غرب میدونن. یونان بخش‌های اساسی حاکمیت ملی خود را به وام دهندگان خارجی می‌سپارد. بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپایی و صندوق بین المللی پول، این ستان ترایکا بهش میگن. لوکا کاستلی، حالا ببینید این کیه، این خانم که در حقیقت یک اقتصاددانه که وزیر بوده قبلش در زمان پاپاندرو، یکی از اعضای مستقل پارلمان که قبلا حزب سوسیالیست را نمایندگی میکرد، میگوید این نخستین بار است که یک دولت اروپا و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه حق حاکمیت خود را و مسئولیت حفظ دارایی های ملی کشور خود را از دست میده. او یکی از 43 نفری است که علیه این مقررات رای داد و بیرونش کردن. خانم کاستلی اقتصاددانه که وزیر کار دولت پاپاندرو بود و فقط ماه ژوئن گذشته در جابجایی های وزرا، برای اینکه مجبورش بکنن رأی بده به این موافقت بکنه، موافقت نکرد و بیرونش کردن و از این ناراحت بود این زن یونانی که وام دهندگان خارجی حق دارن ذخیره طلای یونان را که در بانک مرکزی یونان نگهداری می شود تصرف کنند و اوراق قرضه جدیدی که صادر می شود از قوانین خود یونان تبعیت نخواهد کرد، از قوانین انگلیس تبعیت می کنه که مطلقاً وادارشون می کنن که اصل و فرع رو بپردازن، یک ذره تخلف نکنن، حتی اگر به ضرر که هست به ضرر مردم یونان، و در دادگاه‌های لوکزامبورگ رتق و فتق خواهد شد و نه در یونان، که اینها همه به نفع وام دهندگان و به ضرر یونان خواهد بود. بسیاری از مردم یونان در حالی که سرنوشتشون در بروکسل، پاریس و برلین تعیین می‌شود، قابل توجه اونایی که میگن استقلال به درد نمی‌خوره، مسئله ای نیست، میگوین علت این که از یک بخش از وام صرف نظر کردن، ما میدونیم که، حالا برای عزیزان توضیح میدم که چرا اونایی که این اوراق قرضه رو مال به اصطلاح اینو بهش میگن sovereign debt، یعنی به اصطلاح قرضهای دولتی،
اوراق قرضه دولتی رو اومدن و خریدن، 7-8% هم سود میگیرن، بهره میگیرن. از بخش وسیعی از این وام هاشون گذشتن، میگن که از 100 میلیارد دلار گذشتن. چرا حالا؟ چرا؟ علتش میگه که این که از یک بخش از وام صرف نظر کردن، این نیست که به یونان و مردمش کمک شود، بلکه برای حفظ بانک هاست. اینو برای عزیزان من توضیح میدم که چرا این کار کردن. وزیر دارایی یونان آقای ایوانجلوس ونیزلوس، اونایی که راجع به استقلال صحبت میکنن، موقعی که نیروهای برتر آدمهای خودفروختهی مثل ایوانجلوس ونیزلوس داشته باشن، چه احتیاجی دارن که بیان یونان رو اشغالش بکنن؟ وظایفشون این آقا انجام میده. آقای ونیزلوس روز سه‌شنبه از قرارداد اخیر کاملا دفاع کرد و گفت این مهمترین معامله در تاریخ بعد از جنگ یونان بوده است، بعد از جنگ دوم در یونان بوده است. اینقدر به اصطلاح دفاع میکنه، در این حال که میان و تمام ذخیره طلای یونان رو میبرن، تمام به اصطلاح اموال مردم یونان رو 50 میلیارد دلار را عقل خصوصی میکنن، این غارت میکنن و واقعا یونان رو زیر سیطره کامل به اصطلاح. اما بسیاری از مردم یونان بحث آقای ونیزلوس رو قبول ندارن. دیونیوس تسوکالس 25 ساله گارسون یکی از، من اینو سریع بخونم، یکی از در یکی از کافه های وسط شهر آتن کار میکنه، اینطور میگه. حالا این فوق لیسانس داره، اینه که داره گارسونی میکنه. از نظر فکر ساده من این کار دیوانگی است. آنها 100 میلیارد دلار از وام کم کردند، اما ما داریم 130 میلیارد قرض میگیریم. چرا باید این کار رو بکنیم؟ این دیوانگی است. آقای تسوکالیس میگوید او فوق لیسانسه، طرح فراورده‌های صنعتی دارد، اما برای گذران زندگیش در این کافه گارسونی میکند. او میگوید که درآمد ماهانش 700 اوروست که برای اجاره پرداخت و مالیات هایی که شدیداً بالا رفته کفاف نمیدن. او میگوید دولت یونان در 2 سال گذشته هیچ کاری نکرد، از جمله کارتل عظیم واردات کالاها رو. تمام این قوانین به نفع کارتل های بزرگ از جمله شرکت های کشتیرانی و امثال همه. من یه خبر دیگه راجع به یونان، یه مقدار به نظر من لازم روی یونان ما وقت بذاریم، برای اینکه نکاتی توشه که بسیار پر اهمیت، هم از نظر استقلال، همین که یونانی کشور اروپاییه و همین که اقتصاد به طور کل اروپا به چه سویی داره میره و این چه خطراتی برای گلدمن ساکس، برای جی پی مورگن، برای بانک آف امریکا داره ایجاد میکنه و چرا اینا از 100 میلیارد از وامهاشون گذشتن برای نجات این بانک هاست. حالا برای عزیزان، عزیزان میدونن که اوراق قرضه موقعی که فروخته میشه و یا اون اوراق بهاداری که در سالهای 2000 در امریکا فروختن و میدونستن که بسیاری از صاحبان که پشتوانه اینها وامهایی بود که به صاحبان خانه داده بودن دیگه، به صاحب حباب خانه سازی، چون اونایی که این اوراق قرضه یا اوراق بهادار رو میخرن اطمینان ندارن که پولشون نه تنها حالا فرع بلکه اصل پولشون بهشون برگردونده بشه، میان اینا رو بیمه میکنن. اینا رو بهش میگن عرشبت که سواب، سواب بهش میگن، به اصطلاح عرشبت که در حقیقت این بیمه ها اون وقت معامله میشه و کلی روی هم در حقیقت انتشار این بیمه ها، شرکت های بیمه از اونایی که اینا رو میخرن پول به دست میاره، میلیارد ها دلار، و همین که معامله که میشه باز مقدار زیادی پول سرش در میارن. که عزیزان اگه به یاد داشته باشن، یکی از بزرگترین بانک های بیمه، مثلا شرکت های بیمه AIG American International عرشبت که گروپ بود، که این صدها میلیارد دلار در حقیقت پول در آورده بود یا به اصطلاح بیمه کرده بود و بعدش که به اصطلاح اینا ورشکست شدن و در حقیقت تمام این وام ها پیچ به اصطلاح تبدیل به زباله شدن، پول نداشت که بیمه اینا رو بده.
و ورشکست شد ای آی جی، داشت ورشکست میشد. بلافاصله وزارت خزانه داری امریکا به وزارت داراییش 100 میلیارد دلار به حساب پول بهش داد و نجاتش داد. حالا عزیزان دقت بکنن که چه خطراتی. تصمیم به این که آیا کردیت دیفالت سواپ، این سوات ها رو بهش میگن کردیت دیفالت، یعنی در حقیقت این کردیت ها یا اعتبارات نکول میشه، یعنی در حقیقت قابل پرداخت نیست، و بعدش اینا رو سواپ بهش میگن، شروع به عمل میکنه یا نه. من فکر میکنم باید بله از قبلش باید چیز بکنم. عزیزان من از یه جای دیگه شروع میکنم که ما این یه مقدار به حساب مسائل اقتصادی یه کمی پیچیده رو یه کمی بازشون بکنیم. برای یونان، این نیویورک تایمز 21 فوریه است، برای یونان راه نجات، برای یونان راه نجات، برای اروپا یک خواب و خیال. کنت روگاف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد میگوید نمیخواهم سمبول بدبینی باشم، اما این فکر که بحران تمام شده یک خواب و خیال است. از عکس العمل سریع و کوتاه مدت بورس سهام در تعجبم، برای این که ما میدونیم موقعی که این قرارداد بسته شد و این مقررات، همون سند 400 صفحه‌ای رو به دولت یونان تحمیلش کردن توسط دست نشاندهشون همین آقای ونیزلوس، یک دفعه به حساب بورس سهام هم در چیز در نیویورک داشت به 13,000 میرسید، یعنی واقعا یکی از بالاترین به اصطلاح چیزاش. هم در اروپا آقای روگاف که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد میگه که از این عجله‌ای که اینا کردن در تعجبم. روگاف نویسنده کتاب اخیرشه که میگه عزیزان این بار فرق میکند. در واقع کتاب مفصلی همین آقای روگاف نوشته که میگه این از اون توبمیریانیست، در واقع این بار فرق میکنه، This time it is different، یعنی این از اون توبمیریانیست. اقدامات مقامات اروپایی، من اونو مثال، صندوق بین المللی 2010 پیشبینی کرده بود که اقتصاد یونان در سال 2011 2.6 افت خواهد کرد. دیدیم که فقط 2.6 نبود، 6.8 افت کرد. از سوی دیگر قرارداد جدید با یونان طوریست که صاحبان اوراق قرضه حدود 50-70% از مقدار طلبکاری خود را بخشیدن. مقامات اروپا کوشش دارن این مسئله در مورد اوراق قرضه دیگر اتفاق نیفتد. در حقیقت اونایی که میان این اوراق قرضه رو میخرن بسیار بسیار ناراضی هن از اینکه به قول خودشون هیرکات بشون، یعنی به حساب یک بخش از وامهاشون رو بخشیدن، نمیخوان برای به اصطلاح قرضهای دولت‌های دیگه مثل اسپانیا و ایرلند و پرتغال و اسپانیا اینجوری نباید بشه. ریچارد عرصوت که باتی میگوید در اساس ایتالیا یک دام قرض دولتی است، مثل یه دام میمونه، برای اینکه عزیزان میدونن که وام دولت ایتالیا نزدیک به 3 تریلیون دلاره، تا همین چند وقت پیش 2.6 تریلیون دلار بوده. وام ایتالیا اگر بخواهد قابل حل باشد، ایتالیا باید رشد لااقل 5% داشته باشد. عزیزان دقت بکنن، و بهره وام هایش باید 3.6% باشد، در حالی که در دوران شکوفایی 2002 تا 2007 رشد اقتصادی آن به جای 5% باشه، و اونم در دوران شکوفایی 3.6% بوده، و بهره اوراق قرضه 10 سالش به جای اینکه 3.6 باشه در پایین ترین وضعیت 5.43 بوده. یعنی هیچ کدوم از اینا، یعنی ایتالیا وامش قابل پرداخت نیست، قابل بازپرداخت. پروفسور روگاف میگوید من فکر نمی کنم به هیچ رو نزدیک به پایان این بحران باشیم. عرض شود که حالا من یه توضیحی بدم که چرا اینا 50-70% از قرضشون رو بخشیدن. تصمیم به این که آیا کردیت دیفالت سواپ
شروع به عمل کند یا نه توسط International Swap and Derivative Association گرفته می شود. این یک به اصطلاح سازمان یا انجمنیه که مال خود بانک هاست، تعیین میکنه که چه موقع یه دولتی اعلام ورشکستگی یا دیفالت میکنه یا نکول میکنه، یعنی در حقیقت نمیتونه قرضشو بپردازه. اونا تصمیم میگیرن. عزیزان دقت بکنن، بانک ها حاضر شدن نزدیک به 100 میلیارد دلار از وام هاشون رو ببخشن به دولت یونان برای اینکه اعلام ورشکستگی نشه. چرا؟ اگر اعلام ورشکستگی بشه این credit default swap شروع به عمل میکنه. یعنی چه؟ یعنی اونهایی که بیمه کردن این اوراق قرضه رو باید پول بیمه شون رو بدن و صدها میلیارد دلار از این بیمه ها توسط شرکت ها و بانک های امریکایی بیمه شده. بنابراین این 100 میلیاردی رو که بانک های اروپایی و یا وام دهندگان به یونان ازش گذشتن به خاطر بانک های اصلی امریکاست که اونا ورشکست نشن. بازار کردیت دیفالت سواپ کجا من نوشتمش که الان نمیبینمش، 32 تریلیون دلاره. 32 تریلیون دلاره که اگر این یکی از این کشورها یا دولت‌های اروپایی اعلام ورشکستگی یا دیفالت بکنه، یک حرکت زنجیره‌ای آغاز خواهد شد که از سال 2007-2008 در امریکا که لیمن برادرز و عرصبت که همه این بانک ها ورشکست شدن و داغون شدن فوق‌العاده عظیم‌تر خواهد بود. از این جهته که این همه تقلا کردن که یونان رو نذارن اعلام ورشکستگی بکنه با گذشتن از 100 میلیارد دلار از پولشون و با تحمیل شدیدترین به اصطلاح قوانین و مقررات بر مردم یونان و به خاک و خون کشیدن واقعا ملت یونان. در ملت یونان در حقیقت یونان در 4 سال گذشته 20% از اقتصادش از دست داده. فقط همینجوری گسترش، عزیزان مناظر توی به اصطلاح شهرهای به اصطلاح یونان حتی آتن ببینن که به حساب بی خانمان ها فقرا و غیره و غیره چجوری دارن، کسب و کارها همینجوری بسته شدن. بنابراین عرض شود که دارل دیفی استاد اقتصاد استنفورد میگوید اطمینان دارم که اینها به کار خواهند افتاد، یعنی همین credit default swap، یعنی در حقیقت بالاخره یکی از این کشورها یا یونان به ویژه اعلام ورشکستگی، برای اینکه این قابل دوام نیست، اعلام ورشکستگی خواهد کرد و این سلسله زنجیره‌ای. میخواستم علت اینکه این اخبار رو من دارم دنبال میکنم با عزیزان، ما باید بدونیم که ریشه اینه که اینا به چنگ و دندان اینطور به همه ماها نشون میدن چی هست. به خاطر بمب اتمی ایرانه؟ به خاطر نمیدونم فلان تروریسم این یا اون؟ اینا دارن از همون تروریست های القاعده رو در همه جا دارن به قدرت میرسونن، اخوان المسلمین و حالا حماس هم بهشون پیوست و القاعده هم اعلام کرده که باید سوریه به سا آقای اسد کنار بره. یعنی القاعده در حقیقت با امریکا الان با هم یکی شدن. بنابراین مسئله تروریسم و اینا نیستش، باید بریم به ریشه قضیه که ببینیم چی داره میگذره واقعا توی اقتصاد این سیستم، اونایی که دفاع میکنن از این سیستم و ما رو ایدئالیست میدونن و میگن آره هم جنبش وال استریت تموم شد هم جنبش سبز تموم شد، حالا شما چی میگی؟ تلویزیون اندیشه از من داشت میپرسید چهارشنبه گذشته، بعدش که من یه مقدار توضیح براش دادم گفت شما ایدئالیست هستید. حالا اگه آخر برنامه من رسیدم راجع به این داستان این که ایدئالیسم یعنی چه اصولا صحبتی و اشاره‌ای میکنم به اصطلاح اون برنامه‌ای که چهارشنبه، نه این چهارشنبه که گذشت، چهارشنبه قبلش 10 روز پیش من در اندیشه داشتم. بگذاریم، نمیشه وگرنه به اصطلاح راجع به اونه که به من گفته شد که شما ایدئالیست هستید
جوابی باید داده بشه که آدم اگه ایدئال انسانی نداشته باشه برای یه جامعه بهتر، نمیتونه ادعای انسان بودن بکنه. به طور کلی ما باید ایدئال انسانی داشته باشیم، ما باید به اصطلاح به دنبال یک به اصطلاح جامعه بهتر باشیم. فرضاً سرمایه دارا در دوران فئودالیسم ایدئالیست بودن، یعنی دنبال یه ایدئال بهتر میگشتن و اون موقع بهشون میگفتن شما ایدئالیستی، یعنی تخیلگرا هستی. و ما دیدیم که فئودالیسم نتونست دوام بیاره. حالا هم ما البته به دنبال یک ایدئال انسانی هستیم، به دنبال یک جامعه انسانی هستیم و باید افتخار بکنیم به این، و این ما رو سالم نگه میداره. اونایی که این ایدئال های انسانی رو ندارن نمیتونن، ظاهرشون خیلی زیبا به نظر میرسه، لباس های شیک، کراوات های گلگلی، ولی از درون خودشون میخورن، آدم های خوشحالی نیستن. هر شبت که دولت یونان برای گرفتن وام 172 میلیارد دلاری خود میخواهد ماده‌ای به تصویب برساند که در صورت لزوم وام دهندگان بخشی از قرض را به عهده بگیرند. اگر این قانون به تصویب برسد، به اصطلاح همون credit default swap فعال خواهد شد. اگر این کار داوطلبانه صورت بگیره، ولی آنگاه گفته میشود که پس این اوراق قرضه، بیمه اوراق قرضه به درد نمیخوره. یعنی در حقیقت اگر این ماده رو دولت یونان به تصویب برسونه، در واقع اعلام ورشکستگیه، و اگر داوطلبان اونا اینو قبول بکنن که یک بخش از به اصطلاح قرضشون رو بگذرونن، بعد اونایی که این اوراق قرضه رو میخرن میگن پس چرا ما بیمه بکنیم یا نکنیم، پولمون رو نمیدن بهمون. مشکلات رو عزیزان دقت بکنن. از نیویورک تایمز 22 فوریه، در هفته های اخیر صندوق بین المللی دست به تحقیق اینم مهمه، سری در مورد آینده وام های یونان زده است که نشان میدهد کاهش رشد اقتصادی و ناتوانی دولت یونان در پیاده کردن اصلاحات تحمیل شده به آن میتواند وام این کشور را به 178 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2015 برسونه و تا سال 2020 هنوز در حد 160 درصد باقی خواهند موند. در اون صورت صندوق قادر به دادن وام دیگری نخواهد بود و اعلام ورشکستگی دولت یونان حتمی خواهد بود. بعد متخصص اقتصاد آقای ویپلوس، چارلز ویپلوس، میگوید کل این تحلیل که ادامه وام یونان امکان پذیر است مضحکه‌ای بیش نیست. خبر دیگه ای رو من همه به اصطلاح خبرای یونان رو فکر میکنم در این حد برای این برنامه کافی باشه، برای اینکه وقت داره به سرعت میگذره. خبر دیگه ای رو من از اروپا برای عزیزان، از نیویورک تایمز 16 فوریه، 5 عضو گروه اورو از جمله ایتالیا از سه ماهه آخر سال 2011 وارد دوره رکود شدند. اقتصاد کل 17 کشور عضو اورو 0.3% افت کرده که این اولین بار پس از 2009 که اینجوری شده. اینه بهش میگن دابل دیپ، یعنی شما میفته افت میکنه، دوباره یه مقدار میره بالا ولی دوباره افت میکنه. دابل دیپ اینو بهش میگن. یعنی چه؟ یعنی اینا بیرون نیومدن، از رکود بیرون نیومدن. در خود امریکاش هم موقته. الان آلمان 0.2% افت داشت و یونان 7%. حالا عزیزان دقت بکنن، بیکاری میان جوانان کمتر از 25 سال. حالا ببینیم کیا میان توی این میادین، اونایی که تظاهرات میکنن کیا، و آیا جنبش وال استریت از بین رفته؟ سرکوبش میکنم ولی از بین رفته؟ تا زمانی که این مشکلات، یعنی سرطان رو شما بخوای با آسپرین معالجه بکنی، داستانش اینه. بیکاری میان جوانان کمتر از 25 سال در اروپا، اسپانیا 48.7%، نزدیک به 50% از جوانا بیکارن.
یونان 47.5%، ایتالیا 35%، فرانسه 28%، انگلیس 22.3%، و به طور کلی به اصطلاح اتحادیه اروپا در مجموع 22.1%. فقط هلند و اتریش و آلمان پایین 10%. حالا ببینیم چرا بنابراین سوریه رو میخوان از پا در بیارن. این وضعیتیه که در اروپا هست. و من موقعی که credit default swap، یعنی نکول اوراق بهادار در واقع، که اینا اون وقت swap یعنی با هم دیگه به حساب تبادلشون میکنن اینا رو، این اگر به کار بیفته واقعا به طور زنجیروار میاد در درجه اول بانک های مثل جی پی مورگن چیس در امریکا، بانک آف امریکا، ویلز فارگو و گولدمن ساکس رو، اینا رو میگیره. سوریه رو میخوان چیکار بکنن؟ نیویورک تایمز 16 فوریه: رفراندوم قانون اساسی جدید برای ایجاد سیستم چند حزبی دولت سوریه جلو انداخته و روز 26 فوریه خواهد بود. 4 روز دیگه 26 فوریه، عذر میخوام، یعنی فردا رفراندوم خواهد بود در سوریه. آیا خبرایی هست؟ 90 روز بعد انتخابات مجلس صورت خواهد گرفت. فقط صحبت از کشتار میکنن، صحبت از این نمیکنن که دولت سوریه هم داره کارایی میکنه و مرتب به حساب جنگنده های مسلسل به دست زیر نظر نیروهای ویژه امریکا و انگلیس و فرانسه رو به اونجا میفرستن. تغییر در قانون اساسی از خواستهای اپوزیسیون بود. دولت سوریه آن را پذیرفت و به دنبال آن هیئتی مختلف برای تدوین آن تعیین و تنظیم گردید. اما از آن موقع به بعد خواستای آنها تبدیل به کنارگیری بشار اسد شد، یعنی تغییر رژیم. اول گفتن این کارو بکن، دولت سوریه هم قبول کرد، ولی گفتن خیر، تغییر رژیم باید داده بشه و از طریق چیز. و عزیزان میدونن که دیروز در به اصطلاح در شهر تونس گرد همایی خانم کلینتون با یارانش بود برای اینکه به اصطلاح تصمیم بگیرن که چطور رژیم سوریه رو بندازن. حالا باید ببینیم. تحلیلگران میگویند، این نیویورک تایمز بازم 16 فوریه، تحلیلگران میگویند القاعده با حمله به سوریه میخواهد برای خود جا باز کند. افراطیون سنی از جمله جنگنده های القاعده در عراق احتمالاً مسئول 2 انفجار در شهر دمشق و نیز حمله به انفجار در حلب 6 ژانویه بودند. با شدتگیری خشونت در سوریه، القاعده که در اثر بهار عربی منزوی شده بود کوشش دارد برای خود جا باز کنه. عرض شود که اینا رو من فکر میکنم هفته گذشته تا حدی برای عزیزان خوندم، بنابراین نباید زیاد وقت صرف این قضیه بشه. ولی یه خبر تازه من از سوریه دارم که اونو میخوام برای عزیزان بخونم. دخالت غرب در سوریه، این مال کوین اووردن از گاردین 16 فوریه است. دخالت غرب در سوریه بیشتر ضرر میزند تا نفع داشته باشد. گفته های الیوت ابرامز که میگه برانداختن دولت سوریه فرصتی برای جنگ سرد علیه ایران به وجود می آورد، این الیوت ابرامز اینا گفته. ابیگور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل چی گفته؟ هدف استفاده از بهار عربی دخالت بشر دوستانه برای به وجود آوردن رژیم هایی از نوع عربستان است. خوبی ابیگور لیبرمن اینه که یه آدم وحشتناک نجات پرست واقعا، که خیلی رک و پوسکنده صحبت میکنه، در لفافه صحبت نمیکنه. مثال دخالت بشر دوستانه در لیبی بهانه اش محافظت از جان مردم بود، در حالی که میدانیم این کار کشتار رو به شدت بالا برد
و موجب نابودی دست کم 30,000 نفر از مردم لیبی شد و نتیجه آن نه دموکراسی و نه آزادی است. اینا از گاردین 16 فوریه 2012 است. گزارش عفو بین الملل حاکی از شکنجه هزاران زندانی، نابودی شهر تاورقا با 30,000 نفر جمعیت است. نمونه دیگرش بمباران کاسوو هستش و اوا سربستان، آن نیز قرار بود از جان مردم محافظت کنند، ولی میدانیم که پس از کشتار توسط بمباران های ناتو، قومکشی از آن به بعد آغاز شد. حالا خبرای به اسم مال لیبی رو برای عزیزان میخونم. آن جنگ بشردوستانه که حتی پرده ساتر سازمان ملل را هم نداشت، پیش درآمد حمله به عراق بود، ضمن ادامه حمله و جنگ به افغانستان. دولت‌های عربستان و بحرین در حالی که مخالفین خود را به گلوله می‌بندند، از دموکراسی در سوریه دفاع می‌کنند و کمک‌های مالی و نفراتی و اسلحه به اپوزیسیونی می‌دهند که سرسپردگی کامل به دوستان کشورهای ناتو دارند. آقای برهان قلیون را می‌گه که بعضی از هم‌میهنان ما پیام تبریک براش میفرستن، عرض شود که و بهبه و چهچه براش میکنن و این ماهیت اینایی رو که این نامه ها رو براش میفرستن نشون میده که اینا کجان و چطور میخوان برای ایران هم به همین ترتیب در حقیقت آلترناتیو سازی بکنن. همراه با آن سیاست خطرناک و زهرالود تفرقه انداختن میان شیعیان و اهل تسنن است که تطابق کامل با برنامه پنتاگون مبنی بر تضمین رهبری و تسلط کامل ایالات متحده بر جهان در قرن 21 دارد. اسنادشو برای عزیزان خوندم. Project for New American Century و غیره و غیره. Clean Break و غیره. امریکا دارد 60 میلیارد دلار اسلحه به عربستان می فروشد. مردم تمام منطقه دارن کوشش و مبارزه می کنن تا دهه ها سلطه و دخالت خارجی و تسلط دیکتاتورها بر کشور منطقه را از خود بردارند، در حالی که ما میدونیم اینا هر شبد که چطور به اصطلاح درست میخوان این مسئله رو برعکس بکنن. من هفته گذشته فرصت نکردم که مقاله مفصلی رو که استیفن لندمن در پروگرسیو رادیو نتورک نوشته، میخوام چند دقیقه راجع به خود وضعیت امریکا برای عزیزان صحبت بکنم. امیدوارم که من چیزی رو از قلم انداخته باشم. عرض شود که بله، امیدم اینه که تمام اینهایی که ما الان در سراسر دنیا میبینیم، اینا رفتن لیبی رو گرفتن، انقلاب رو در مصر، در بحرین، در یمن، در عمان، در چیز به زعم خودشون سرکوب کردن و الان هم دولت لیبی رو انداختن، در صدد برانداختن دولت سوریه هستن و نفر بعدی ایرانه و هنوز جنگ و کشتار. عزیزان ببینن در افغانستان چی داره میگذره. در پایگاه باگرام قرآن سوزی راه انداختن و الان نتایجش ببینید چیه. تظاهرات عظیم و کشتار مردم افغانستان در شهرها، هم نیروهای ناتو و هم پلیس خود افغانستان، نه تنها توسط بمبارانهای امریکا در اقصی نقاط افغانستان بلکه تو شهرها مردم تظاهر کننده رو دارن به گلوله میبندن به خاطر اینکه به اصطلاح به خاطر این قرآن سوزان مردم چطور خشم و نفرتشون نه تنها در افغانستان، در پاکستان، و این عواقب عظیمی براشون خواهد داشت. همه اینها نتایجش در خود امریکا چیه؟ نکته فوق العاده پر اهمیته. بر سر مردم امریکا چی داره میره؟ اونهایی که ما رو امریکایی ستیز خطاب میکنن
باید بهشون بگیم که شما انسان ستیز هستید و واقعا امریکایی ستیز هستید، برای اینکه متوجه نیستید که سیاست های ضد بشری 1% بالا چه بر سر ملت امریکا داره میاره. مقاله استیفن لندمن عناصر و مؤلفه های یک سیستم پلیسی فاشیستی رو توضیح میده که اینا چیه، که من بخش آخرش رو هفته گذشته برای عزیزان خوندم که چطور فاشیسم نه تنها در اروپا بلکه در خود امریکا داره جا میفته و داره گسترش پیدا میکنه. عزیزان به نطقهای کاندیداهای جمهوری خواه نگاه بکنن که سر تا پای در حقیقت فضای سیاسی امریکا رو در حال حاضر و تا چندین ماه دیگه تا آستانه به اصطلاح انتخابات نوامبر خواهد گرفت. واقعا اینها فاشیستن و ما فکر نکنیم که ران پال نیست. ران پال هم با اینکه مخالف با جنگ های امریکا در خارجه و یک ناسیونالیسته، ولی ضد زن، ضد کارگر، ضد همجنسگراها، ضد تمام چیزهای اجتماعی، یعنی یک کنسرواتیو واقعا وحشتناک. خودش میگه که تحت تأثیر این رند، من راجع به این رند صحبت کردم که فقط میگه باید به فکر خودت باشی، هیچ چیز دیگه فکر نکنی. هر شبت که اطلس شرکت، کتاب معروفش که میلیون ها فروش داشته، به کتاب وال استریت که به اصطلاح مایکل داگلاس توش بازی کرد که طمع شکوهمنده، حرص شکوهمنده، از کتاب این رند هستش و ران پال حتی تحت تأثیر اونه، یعنی یه آدم فوق العاده کنسرواتیوه، منتها مخالف جنگه. بقیه شون نه تنها از نظر داخلی فاشیستن، از نظر خارجی هم همینطور، خواهان تسلط کامل در حقیقت امریکا بر سراسر جهان، که این به طرف یک چیز به حساب جنگ اتمی خواهد ما رو خواهد بود، یعنی جنگ سرد، جنگ سوم خواهد بود. عزیزان دقت بکنن که چطور اینا با پوتین چطور در افتادن و بعدش به اصطلاح معاون رئیس جمهور چین که اومد چه رفتاری باش کردن. یعنی اعلام جنگ علیه این دوتا هم هست، فقط اعلام جنگ علیه ایران و سوریه و امثال هم نیست. حالا پاپیچ به اصطلاح چاوش هم شدن که به اصطلاح میخواد عمل جراحی بکنه و اینا رقص و پایکوبی دارن میکنن که شاید به اصطلاح ونزوئلا رو هم از پا در بیارن. همه اینها برمیگرده The chickens are coming home to roost، برمیگردن به خودشون. ببینیم در امریکا میگه عناصر و مؤلفه های یک سیستم پلیسی فاشیستی چیه؟ یک، تبلیغ شدید و دائم ناسیونالیسم، ناسیونالیسم افراطی، نمایش گسترده پرچم. عزیزان ببینن که هر کدوم از اینا رو لپلشون، رو یخه جیبشون، به اسم کتشون، ببینید چه جوری به اسم بیرق امریکا میزنن. سنجاق بیرق امریکا به یقه کت، شعارهای ناسیونالیستی افراطی در سخنرانی ها و گفتگوهای رادیوها و تلویزیون ها، دائم به اصطلاح به برتری God bless America، فقط امریکا، بقیه بشریت بره پی کارش. God bless America. دو، حس تحقیر نسبت به حقوق مدنی، آزادی های مدنی به عنوان مانعی بر سر راه قدرتمندان، Patriot Act، عرصوتی کنترل تلفن ها، اینترنت ها، بسته های پستی، کتابخونه ها، کتاب فروشی ها، پرونده های پزشکی مردم، حساب های بانکی مردم، تعیین یک یا چند دشمن خارجی به عنوان متحد کننده مردم، یا القاعده است، یا صدام حسینه، یا احمدی نژاده، یا معمر قذافیه، یا بشار اسده، همیشه باید یه دشمن خارجی داشته باشه. اینا تمام در کتاب به اسم جورج اورول اومده، در کتاب 1984ش، که چطور اینا احتیاج، دولت‌های فاشیستی احتیاج به دشمن خارجی دارن، این هیتلر. کانالیزه کردن سرخوردگی‌های مردم به طور حساب شده به سمت و سوی معین، شیطان سازی از گروه‌های معین،
از مسلمونا، از القاعده، از لاتینوها، از سیاها، با اهداف سیاسی مشخص. 4. تسلط نیروهای نظامی و پلیس، تبلیغ شدید ملیتاریسم. عزیزان ببینن، ستار وارز، ترمیناتور، آقای آرنولد شوارزنگر، مسلسل به دست، تمام نینتندوها، تمام پلی‌استیشن‌ها، تمام روپرت مرداخ‌ها توی تلویزیون، تمام جنگ، تمام شکنجه، تخصیص بخش بزرگی از ثروت اجتماعی و منابع کشور در جهت گسترش نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس، 1.2 تریلیون دلار بودجه‌های اجتماعی رو وقت می‌زنن. 5. تبعیض جنسی و تقلیل زنان به شهروندان درجه 2. دهه 1970 زنان کلی حقوق به دست آورده بود، تمام لگد مالش کردن، حق سقط جنین رو، یعنی بردگی زن. واقعا اگه حق سقط جنین یعنی حق تسلط بر بدن زن رو از دستش بگیرن، یعنی بردش میکنن. در امریکا اینطور شده. دستگاه های ارتباط جمعی کنترل شده، چه خصوصی و چه وابسته به دولت. عزیزان به دستگاه های ارتباط جمعی نگاه کنن. 7. وسواس شدید نسبت به امنیت ملی، دائم یا قرمز یا زرد یا نارنجی. عزیزان به فرودگاه ها برن و ببینن چجوریه. به عنوان وسیله برای سرکوب مخالفین و کاربرد زور. 8. اتحاد میان نهادهای مذهبی و گردانندگان نظام. کلیساها چه قدرتی دارن و به اصطلاح کشیش های فوق العاده مرتجع و میلیونر و میلیاردر واقعا، و نمایش خود به عنوان محافظین مذهب غالب کشور به بهای تحقیر دیگر مذاهب، که الان ببینید در امریکا با بسام مسلمان ها چه کار میکنن. دفاع از قدرت انحصارات در جهت قدرت اقتصادی تولید هرچه بیشتر وسایل نظامی و کنترل اجتماعی. 10. سرکوب و حذف قدرت طبقه کارگر و برقراری سلطه بلا منازع قدرت انحصارات. از زمان ریگان به بعد تام حقوق کارگرها رو گرفتن، که در حقیقت فرانکلین روزولت تا حد زیادی در عرصه‌ای که به وجود آورده بود طبق قانون واگنر به کارگرها حق داده بود، تمام اینها رو از دستشون گرفتن. 11. تحقیر و سرکوب روشنفکران، همون کاری که در ایران هم میکنن، که به اصطلاح قلم ها رو بشکنید. و تحقیر هنر، چرا که اینان نماینده آزادی های اکادمیک و مخل کنترل سیاسی امنیت ملی در نظر گرفته می شوند. دقیقا در زمان خمینی هم همینطور بود، در اینجا هم الان داره همینطور میشه. 12. تأکید بر جنایت و تنبیه، هرچند که crime and punishment اینو بهش میگن، crime and punishment. این دولت های ارتجایی اینطورن که بر پایه آموزش مردم و حس به اصطلاح ترحم نسبت به مردم نیست، بلکه تنبیه شدید. عزیزان به برنامه دکتر شجاعتی اگه سه‌شنبه گذشته گوش کرده باشن، امریکا 5% از جمعیت جهان رو داره، 25% از زندانیان جهان رو داره، و سهام شرکت‌های خصوصی که زندان می‌سازند در عرض چند سال گذشته 300% رفته بالا. اینقدر دارن زندان می‌سازن. تأکید بر جنایت و تنبیه و برقراری سیستم قضایی بی‌رحم و تنبیهات شدید. 13. عجبت کرونیزم. کرونیزم ما میگیم پارتی بازی، یعنی کسایی رو که میشناسن بر پایه نزابطه بلکه بر پایه رابطه در حقیقت دیگران رو به مقام رسوندن. انتخابات دروغین با دستکاری‌های حساب شده برای رسیدن به نتایج از پیش تعیین شده. عزیزان تعریفی که خود موسولینی از فاشیسم میکنه به نظر من منسجمترین و موجزترین تعریفه، که میگه پیوند تنگاتنگ میان انحصارات اصلی و دولت. این تعریف واقعی به حساب فاشیسمه که الان ما در این کشورها داریم به رأی العین میبینیمش. و بعد عرض شود که
همه این مشخصات رو، این 13 یا 14 مورد رو میتوان در امریکا یافت و فقط در اسم دموکراسی خوانده میشود، که بعدش از نوم چامسکی نقل قولی آوردم که من هفته گذشته این رو خوندم برای عزیزان، که میگه من اون دوران رو که هیتلر داشت سخنرانی میکرد به یاد میارم که چطور این کشور در معرض چنین خطریه. وقت من تمام، هر شبت که این برنامه عزیزان میدونن 9 شب هر شبت چیز میشه، دوباره تکرار میشه، من میخواستم توجه عزیزان رو به آدرس پی او باکس یعنی صندوق پستی و هم ایمیل، که اگه عزیزان بخوان کمک هاشون رو بفرستن، و کمک هاشون رو میتونن چک یا هر شبت که یا با پیپل یا با چک یا حتی نقد میتونن بفرستن، و هیچ اسمی هم، فقط اسم شهر اگه باشه کافیه، و امیدوارم که کمک عزیزان برسه. من تا سه‌شنبه که در حقیقت برنامه های سه‌شنبه اگر کمک نرسه تا دو سه هفته آینده، وگرنه ادامه میدیم. و عزیزان گله کرده بودن که فرضاً من به تمام اون سوالاتی که مطرح شد پاسخ ندادم. قرار نبوده که من به همه اون سوالات در یه جلسه پاسخ بدم. هر کدوم از اون سوالات عرض کردم، واقعا جلساتی میبره که چیز بشه، جواب داده بشه. راسخ جان خیلی ممنون. با عزیزان تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.